مراقبه فصل سوم نکاتی درباره تکنیک‌های مراقبه اوشو راوی شیدا یوسفی انتخاب مراقبه مناسب هرچند تکنیک‌های مراقبه به شما توصیه می‌کند که اعمال خاصی را انجام دهید اما تمام این راه‌ها برای آن است که شما را به بی‌عملی برساند چرا که حتی در سکوت نشستن نیز نوعی انجام کار است و حتی تلاش برای انجام ندادن هیچ کاری نیز خود نوعی فعالیت است لازم است از مرحله سعی کردن فراتر بروید لحظه ای باید فرا برسد که دیگر شما هیچ کاری درباره مراقبه انجام نمی دهید و تنها کاملا هوشیار هستید. هر کوششی در انسان نوعی تنش است و این مانع آرامش می شود. بنابراین به تدریج تلاش کردن را رها کنید. تکنیک های مراقبه آنقدر ساده هستند که شاید به نظر مسخره بیایند و ذهنتان به شما بگوید این شیوه های مسخره هیچ کمکی به تو نخواهد کرد. ذهن و نفس همیشه چیزهای پیچیده و چالش برانگیز را دوست دارند و وقتی بر این پیچیدگی فائق می شوند احساس غرور می کنند. برای همین ذهن این تکنیک ها را نمی پذیرد و نفس شما از مراقبه خوشش نمی آید. تکنیک های مراقبه بر دانشی عمیق استوارند. بنابراین هرگز از تکنیک های مندرآوردی استفاده نکنید و هرگز دو تکنیک مختلف را با هم مخلوط نکنید چرا که هر یک در جهت خاصی عمل می کنند. هرچند هدف همه این تکنیک ها یکی است. تکنیک های مراقبه را امتحان کرده و آنهایی را که متناسب با خودتان یافته اید مورد استفاده قرار دهید. خیلی جدی با تکنیک ها برخورد نکنید و خیلی ساده با آنها بازی کنید. یکی از شیوه های مراقبه را در نظر بگیرید و حداقل برای 3 روز با آن بازی کنید. در صورتی که احساس آرامش کردید جدی تر آن را به کار برید. و حداقل 3 ماه آن را انجام دهید. اگر تکنیک مناسبی را دنبال نکنید، حتی اگر تا ابد هم مراقبه را انجام دهید، اتفاقی نمی افتد. ولی اگر تکنیک شما مناسب باشد، حتی 3 دقیقه هم برای رسیدن به نتیجه مورد نظر کافی است. همه استادان مراقبه معتقدند، بالاخره روزی باید هر تکنیکی را کنار گذاشت. ماهیت ذهن چسبناک است و همیشه علاقه دارد چیزی را نگاه دارد. شما نباید به هیچ تکنیکی وابسته شوید. وقتی شما به چیزی وابسته نیستید، دیگر لزومی ندارد به جایی بروید. وقتی همه راه‌ها را رها کردید و تمام آرزوها ناپدید شدند، دیگر جایی برای رفتن وجود ندارد و شما به آرامش حقیقی رسیدید. در ابتدای مراقبه لحظات آرامش بسیار کوتاه است ولی به تدریج طولانی شده و سپس آرام آرام برای همیشه در شما جایگزین می شود. قبل از رسیدن به این حالت تکنیک ها را ترک نکنید. تجسم یک واقعیت است، یک ظرفیت و توانایی است که در شما وجود دارد و آن عبارت است از وارد شدن عمیق به موضوعی به شکلی که آن موضوع به واقعیت تبدیل شود. ذهن از طریق تجسم حرکت کرده و بدن نیز از آن تبعیت می کند. تجسم در مراقبه به شما بسیار کمک می کند. فضای مناسب برای مراقبه موقع مراقبه گوشی تلفن را قطع کنید. و سعی کنید در زمان و مکانی این کار را انجام دهید که مزاحمتی برایتان ایجاد نشود. شما از 24 ساعت شبانه روز 24 ساعت را وقت کارها، آرزوها و افکار خود می کنید
و تنها یک ساعت را برای پرداختن به خود اختصاص دهید. در نهایت متوجه خواهید شد که همین یک ساعت زمان واقعی زندگی شما بوده است. هرچند وقتی شخصی در مراقبه پیشرفت کند دیگر زمان و مکان برای او اهمیتی ندارد. اما در ابتدا سعی کنید با رفتن به طبیعت و در کوهستان یا کنار رودخانه، یعنی جایی که سرشار از زندگی است، به مراقبه بپردازید. اما اگر امکان دسترسی به این جاها را ندارید، در اتاق یا گوشه ای از خانه خود باقی بمانید. تنها لازم است حتی الامکان مکان ثابتی را انتخاب کنید، چون هر عملی در انسان نوعی خاص از امواج را تولید می کند. وقتی در یک محل به طور ثابت مراقبه کنید، آن عمل امواج شما را جذب کرده و روزهای بعد امواج جذب شده در شما منعکس خواهند شد و بدین ترتیب در عمیق شدن مراقبه به شما کمک می کند. چه موقع مراقبه باعث جنون می شود؟ موقع مراقبه بدن خود را فراموش کنید و این تنها راهی است که باعث آسایش و آرامش شما می شود. وقتی دائما بدن خود را به یاد می آورید، راحتی از شما دور خواهد شد. شادی و سرور وقتی حاصل می شود که شما در لایه بدن به آرامش رسیده باشید و آن در گروه فکر نکردن و توجه نکردن به بدن است. هر کس باید از جایی شروع کند که برایش ساده تر است. ممکن است شما در حالت نشسته احساس ناراحتی کنید. پس هرچه تلاش کنید که فقط بنشینید، احساس ناراحتی درونی بیشتر خواهد شد و نتیجه این کار جز خستگی و افسردگی برایتان چیزی نخواهد داشت. تلاش بیش از اندازه برای فقط نشستن ممکن است باعث جنون شود. هر حالتی که باعث شود انسان بیش از اندازه از جنون درونی خیش آگاهی یابد خطرناک است. زیرا ممکن است شما آمادگی رویارویی با این دیوانگی درونی را نداشته باشید و لازم است که به تدریج با آن روبرو شوید. در عوض تکنیکی که در آن به فعالیت و حرکت بپردازید در واقع یک نوع رهاسازی است و باعث می شود که سکوت و آرامش درونی در وجودتان شروع به رشد کند. بخش سرکوب شده وجود خود را با تکنیک حرکت و فعالیت رها کنید. لازم است هر یک از شما تمامی عقده‌های سرکوب شده و انباشته درون خود را بدون هیچ انتخابی دور بریزید. اگر از دست کسی عصبانی هستید، بدون وجود دلیل خاص گریه کنید و بدون اینکه واقعاً موضوعی برای خندیدن وجود داشته باشد، از ته دل بخندید. در این صورت هرچه در درون شما انباشته و حتی از گذشته های دور در شما سرکوب شده را رها کرده و سبک و راحت می شوید. دیوانگی درون همین خشم ها، همین گریه ها و خنده های سرکوب شده است که با مراقبه با آنها اجازه می دهیم رها شوند و این کار باعث پاکی و خلوص درون ما می شود. در این حالت احساس تازگی و پاکی به شما دست خواهد داد. این خانه تکانی اولین کاری است که می بایست انجام دهید. فصل چهارم، اثرات مراقبه. برای گوش دادن به فصل چهارم در کانال یوتیوب شیدایی عضو شوید. تا هفته آینده با هم فصل چهارم را مرور کنیم.